در تمام این سالها جمهوری اسلامی تونسته لابیاشو در خارج کشور داشته باشه که هر وقت ما میگیم حمایت بکنید از مردم ایران، هر وقت که ما میگیم کمک بکنید به مردم ایران که زخمی نشن، کشته نشن، ما رو متهم میکنن به جنگ طلبی. چه کاری بزرگتر از این که مردم ایران جلوی یک حکومت تا بن دندان مسلح ایستادن و چه در واقع فداکاری بزرگتر از این که این مردم دارن جهان رو نجات میدن از یک حکومت جنگ طلبی مثل خامنه ای که همین الان داره پهپادهاشو میفرسته برای کشتن مردم اوکراین. بنابراین اگر قراره که با پوتین این در واقع جهان به گونه ای رفتار بکنه که با یک جنگ طلب رفتار میکنه، خب با جمهوری اسلامی هم باید همین کار رو کرد. بنابراین اولین پیشنهادم این بود که خامنه ای رو همانند پوتین منزوی بکنن و در این حال کسی از شما نخواست الان بیاین و رژیم ایران رو تغییر بدین. مردم دارن این کار رو میکنن، پس شما که مدعی حقوق بشر هستین، مدعی دموکراسی هستین، مدعی این هستین به کرامت انسانی اهمیت میدین، الان وقتشه جلوی قتل بیشتری رو بگیرین. چگونه؟ میتونید اعلام بکنید ما داریم تو جنگ روانی میبازیم، جمهوری اسلامی آدم میکشه، تمام رسانه ها رو میگیره، خانواده ها رو میاره جلو دوربین، ازشون اعتراف اجباری میگیره. جمهوری اسلامی تمام روایت های غلطش رو به رسانه های رسمی مثل نیویورک تایمز، سی ان ان هم میفروشه وقتی که گروگانگیراش توی رسانه های رسمی میان مصاحبه میکنن. بنابراین در این جنگ روانی الان کشورهای غربی هم باید اعلام بکنن که ما با ارتش ایران هستیم، ما با کسانی هستیم که توی ایران تصمیم گرفتن مردم رو نکشن، ما حاضرین پول بدیم به کسانی که میخوان اعتصاب بکنن، میخوان کنار مردم کف خیابون بایستن. بنابراین پیشنهاد خیلی سخت نیست و دولت‌های غربی اگر واقعا بخوان میتونن متحد بشن و این پیام رو به ارتش ایران بفرستن.